رادیو و تلویزیون میهن. درود به همیانان ارجمندم. امید که در هر کجا که هستید با شادی و امید و سلامت و با مهر به ایران و مردم گرامی ایران که اکثریتشون در رنج به سر میبرند همراه باشید و دمساز. از فرصت استفاده میکنم و سال نو رو خجسته باد میگویم. سال تحمیلی به نظر من 1403 هجری خورشیدی و اگه اشتباه نکنم سال 2583 ایرانی شاهنشاهی که باید تأکید بکنم ما حدود 10-12 قرن قبل از اینکه محمد پیامبر اسلام از مکه به مدینه به قول مسلمین هجرت بفرماید شناسنامه سرزمین ما رو کوروش و قبل از اون سالنمای زرتوش تعیین کرده بود و حتی انگامی که محمد پا به سوی وجود گذاشت ایران ایران قرنها زیسته آخرین مراحل قدرت خودش رو در دوران خسرو پرویز می گذرند و آنقدر قوی بود که وقتی خبر دادند که نامه‌ای رسید و اون بزرگوار شهریار ایران رو به آیین جدید دعوت کرده لبخندی زد و پاسخی داد که در تاریخ ثبت شد. ولی متاسفانه ضعف دولت و درگیری ها و کودتاها ایران رو ضعیف کرد و پس از فوت محمد جانشینانش بر این ضعف آگاهی یافتند و ما به قول معروف در اشغال امپراتوری اسلامی در زمان خلیفه دوم در آمدیم و خب تقویممون هم شد تقویم هجری خورشیدی. ولی من فکر میکنم که بدون دشمنی با تقویم همسایان عربمون ما حق داریم تقویم خود رو داشته باشیم، همونطور که چینی ها تقویم خودشون رو دارند، هندی ها تقویم خودشون رو دارند. برحال سال نو رو خجسته باد میگویم. امید که سال آزادی و رهایی ایران باشد. در خدمت شما هستم برای صحبتی کوتاه در بخش دوم ایرج میرزا و کار شگفت او، شاعری که در کنار زنان ایران ایستاده است، در کنار مهسا، در کنار تمام زنان دلاوری که جنگیدند، بیناییشون از دست دادند، مورد تجاوز رذیلانه اصحاب مسلمان و علوی خامنه‌ای قرار گرفتند و همچنان میرزمند و اصلی ترین کسانی هستند که دارن سکان کشتی ایران رو به سوی هویت راستین ایرانی هدایت می کنند با به مبرز افکندن و به زباله‌دان افکندن روسری ها و چادرهای تحمیلی که از آسمان فرود آمده و ایران به سوی خیشتن خیش پیش می رود. در خودش گم شده بود 14 قرن و بعد از 14 قرن ما شاهد شدیم که زنان دلاور، دختران رودابه، دختران گردآفرید، دختران یوتاب، دختران زرتوش، دختران بابک، دختران یعقوب
دختران ستار به میدان آمدند و نه دختران حسن و حسین و علی که میتونند در سرزمین خودشون هر کاری میخوان بکنند. ایرج رو از این زاویه باید نگریست. شاعر شوخ طبع ما حز گفته، حج گفته، به سیاست پرداخته، به ادبیات پرداخته، شوخی کرده با دوستاش، ولی قله بلند شعرش روشنبینی این مرد بود که نه تحت تأثیر مذهب موسوم به آسمانی قرار داشت و نه مذهب زمینی، یعنی مذهبی که از به قول معروف شرق آمده بود یا قبل از اینکه از شرق بیاید زمینهاش وجود داشت. و در انقلاب 57 ما دیدیم که بزرگان ما، شاعران ما، نویسندگان ما تحت تأثیر دو مذهب بودند، مذهب زمینی یعنی اسلامی که زاویه مترقیش جامعه بی طبقه توحیدی بود با مجاهدین، نیروی سیاسی گسترده بود، و بود دیگرش تحت تأثیر استالینیزم و لنینیزم بود، یعنی از ایرانیت خبری نبود. اون یکی از بیابانهای عربستان آمد و تبدیل شد به یک آیین، و بعد از درون این آیین ما شاهدیم که جناب سید جمال سر و کلش پیدا میشه، فدایان اسلام پیدا میشن، فیلسوف پیدا میشه، ملا صدرا پیدا میشه، و سرانجام از درون نهضت آزادی و جبهه ملی که 90% مذهبی بودن بزرگانش، سر و کله یه سازمان مسلح پیدا میشه. و 57 اینچنین بود. ایرج اینچنین نبود. ما اگر که بخوایم بیشتر بدونیم، من دفعه قبلم گفتم که دوستی اشاره کرده بود که ملت ایران در اوج آگاهی بود در سال 57، که من گفتم به هیچ وجه اینطور نبود. نه ملت ایران بخش اعظمش در اوج آگاهی بود و نه نمایندگان مذهبیش که قربونش برم، یه مش آخونده عمامه بر سر ریش دراز الدنگ که جز خوردن و خوابیدن و مزخرف بافی کاری نداشتن و خرد اکثریت مردم رو مسلمان بودن و شیعه رهبری میکردن. اون قسمت هایی هم که مذهبی نبودند، مؤمنان سفت و سختی بودند، مؤمن به مذاهب زمینی، مارکسیسم لنینیسم اون روزگار، و قادر متعالشون در کاخ کرملین زندگی میکرد، گاه در هیئت لنین، گاه استالین، گاه در چین ماو ستونگ، و بیش از این که به ایرانیت بیاندیشند در حقیقت تئوری های ژدانوف، تئوریسین ادبی استالین که خلاصه سازماندهی کرده و ذهنها رو تحت تأثیر اون بودند. حالا اگر ما بریم نگاه بکنیم به برجسته ترین روشنفکرانمون، باز هم تأکید میکنم تو نقد باید با احترام برخورد کرد، اینجا جای دشنام دادن و بد بیراه گفتن نیست، ولی باید نقد کرد. مثلا شما نگاه بکنید پدر خوانده کانون نویسندگان جناب جلال آل احمد، خب چقدر میفهمیدین؟ آیا مثل ایرج فکر میکرد؟ کسی بود که تو مدیر مدرسه و نفرین زمینش اصلا با مظاهر پیشرفته و مدرن مثل موتور، تراکتور، نمیدونم کمباین، اینا اصلا مخالفه، و حتی با فرستادن آموزگار شهری به روستا مخالفه، و به قول یکی از این قهرمانای رمانش میگه که مکتبدار روستایی، ما مکتبداران بلد بودیم بچه های مردم را در همین زمین نگه داریم، اما توی این آموزگار شهری به او کدام یکی از بچه های مدرسه ای تو این ده بند میشود.
حالا بیت سراغ رمان‌های احمد محمود در برخورد و رمان‌های بسیاری از نویسندگان معروف ما که قلم قوی داشتن، ناصر ایرانی، حسن میرکاظمی، تقی مدرسی، عدنان قریفی، عظیم خلیلی، غلام حسین ساعدی. مثلا تو رمان دوران سیاهش رو بخونید، رمان ها رو بخونید، ببینید که اساسا تحت تاثیر مکتب زمینی، مذهب زمینی و خدایان زمینی با پیشرفت، اگر کوچکترین کاری محمد رضا شاه میکرد مخالف بودن، چون پیش از آن که بیاندیشند مذهب پاسخشون رو میداد، همونطوری که مذهب اسلام پادشاهی رو نفی میکنه. آقا شاه اصلا نجسی، شاه رو باید بیرون کرد، مرگ بر شاه، جای امام رو گرفت. برحال اومدن و دیدیم به همت ملایان، به همت نیروهای سیاسی، به همت نویسندگان ما، شاعران ما که من قبلا صحبت کردم، اگه لازم شد میشه مفصل صحبت کرد، کتاب های این حضرات رو نقد کرد، ازش خوند. مثلا در بعد از درس ناصر نظمی ایشون میفرماید که در زنگ تفریح به چرای علفهای زمین مدرسه میروند کودکان بلوچ، که مزخرف است. من 10 سال بلوچستان بودم همون موقعی که ایشون رمانش میگفت که به چرای علفهای مدرسه میروند تا گرسنگی نمیرند، از سراوان خوش زاهدان تغذیه رایگان وجود داشت، لباس رایگان بود برای بچه های بلوچ و کفش. برحال دروغ نمی گفتن، اینجوری فکر می کردن، چون طرف تکلیفش روشن بود، کسی به اسم شاه باید کوبید. ایرج اینچینی نبود، ایرج اهل اندیشه بود، با اینکه دلاورانه با هدویه های قدرتمند خودش که بعضی اوقات گوی سبقت از انوری و سوزنی سمرقندی و مختاری غزنوی و شهاب ترشیزی و یغمای جندقی و عبید زاکانی میرو بود، ولی حواسش جمع بود، نه تحت تاثیر مذهب آسمانی بود که از غار حرا اون جناب فرشته آمد و کتابی آمد که الان 14 قرن ما داریم تجربه میکنیم در سازمانهای مذهبی و سیاسی، از فدایان اسلام تا غیره، و من خودم 2 تا از بزرگتریناشون رو تجربه کردم، یکی حضرت امام خمینی و گله های ریش دراز دوپای چهارپایان فکری آخوندها، و دیگر مجاهدین که بالاخره قبول نداشتن. این وضعیت ایرج، ایرج آزاده و شجاعه. من قبلا اشاره کردم به نگاه ایرج که حتی با اینکه شاهزاده است، موقعی میبینه اوضاع مملکت ریخته به هم، نان نیست، آب نیست، شورش هست، میگه فکر شاه فتنی باید کرد، شاه ما گنده و گول و خرف است. این رو زمان ممدلی شاه و احمد شاه داره میگه، و این شجاعت میخواد، چون برای حضور جلال پوستش رو بکن. تو مشروطیت هست دیگه، میرزاخان کرمانی، سور اسرافیل و بقیه ای که سر بریدند و پوست کندند، ولی ایرج سخن خودش رو میگه. و یا وقتی که مستشاران آمریکایی سرازیر میشن، به طنز میگه در آمریکا به خرها کرد اعلان که باشد مقطع سبزی در ایران، خران داخلی معقول بودند و جون بلو مقبول بودند، نه تنها مقطع ما را چریدند، پدر سگ صاحبان بر سبزه ریدند. این زبان ایرج، و اشاره میکنه که صلح میان گربه و موش، بر باد رود دکان بقال. یعنی ذهنی است تیز و در درون مردم و با نگاه به سرزمین خودش
و مشکلات سرزمین خودش نمیاد بگه، چون شاه آقا امپریالیست، درود بر خمینی رهبر زحمتکشان جهان. 130-140 سال قبل که قدرت آخوندها 10 برابر بود به دلیل جهل مردم، الان قدرت کم شده با اینکه میکشند ولی مردم جاهلی نیستند بعد از این 45 سال. و می سراید نشسته بود به مصدر به صدر مجلس درس، به جای لفظ ان در کتاب خود من دید، قلم تراش شو قلم برگرفت و من ان کرد، سپس که داشت تران باب اندکی تردید، یکی ز منتظران دید و گفت با دیگران جناب آقا ان کرد، جمله ان بکنید. این خطاب به یک آخونده آیت الله و در رابطه با حجاب من قبلا اشاره کردم. حجاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی‌نقاب کند. خطاب به زنان میگه یه زیبا هستند، با حجابشون پدر آخوند رو در آوردند و اشاره میکنه ز من مترس که خانم خطاب کنم، از او بترس که همشیرت خطاب کند. الان میبینیم دیگه خواهر فلان نمیدونم بار جنسی داره، خواهر بنده یا خواهر شما، خواهر خونی ماست، بقیه دوست ما هستند، رفیق ما هستند، همکار ما هستند و انسانند و لزومی نداره بنده مثل راتای دوره قدیم بگم همشیره یا خواهر. در برخورد با آخوند و تفکر آخوند باز میبینیم نعوذ بالله از این قطره های دیده شیخ، آخوند عشق میریزه، نعوذ بالله از آن قطره های دیده شیخ، چه خانها که از این آب کم خراب کنه. یعنی درود بر خمینی نمیگفت مثل سال 57، مثل نویسندگان بزرگ چند زبان میدونستن، 10 کتاب ترجمه کرده بودن، یا دنبالور حافظه که میگه مفتی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. بعد از 4-5 قرن بعد از حافظ میفرماید نعوذ بالله از آن قطرهای دیده شیخ، چه خانها که از این آب کم خراب کند. این بیپروایی عبید هست و باید در شعرهای او به سفر رفت و مقایسه کرد با 70-80 سال بعد، یعنی 50 سال بعد، سال 57 و حتی الان، و حتی نقد خود خدا وقتی میبینه که مملکت دچار فقره، میگه خدایا تا به کی ساکت نشینم، من اینها جمله از چشم تو بینم، چرا پا توی کفش ما گذاری، چرا دست از سر ما بر نداری، تو این فلان و فلان که آفریدی، پیغمبر و امام آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی. یقه خدا را میگیری، یعنی آدمی است که از حیطه چارچوب مذهب سنتی اومده بیرون، رفته توی چارچوب تفکر مثلا ناصر خسرو که خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن، لب ترکان زیبای ترکان خطا را چرا بایست انسان آفریدن. و میگه به آهو میگه خلاصه فرار کن، به تازی میگه که برو بگیر بخورش. یعنی اسیر مذهب آسمانی و زمینی هیچ کدوم از اینها نیست و باید رفت و بیشتر کنکاش کرد. ولی من اجالتاً از این بخش میگذرم و میرم به سراغ بخشی دیگر. من بخش اجتماعی تربیتی رو قبلاً اشاراتی کردم که ایرج
توجه داره به مسائل اجتماعی، به تربیت، به انتقاد از اوضاع سیاسی کشور، به احترام گذاشتن به کودکان و به طنز مسائل اخلاقی. اون شعر معروف داش عباس قلی خان، پسری پسر بی ادب و بی هنری، که تو کتاب های درسی بود، برای با زبان طنز و شوخی برای تربیت بچه هاست. بعد در شعرهاش شدیدن در دوره ای که 90% مردم ایران بی سواد بودند، اصلا سواد فقط خاص آخونده بود، تو دربار بود و برجسته بود، ولی ایرج با شعر خودش تو اون برهوت بی سوادی تأکید میکرد دانش بیاموزید. فکران باش که سال دیگری شوخ به سر، روزگار تو دیگر گردد و کار تو دیگر. حسن تو بسته به موی است من رنج مشو، که ز روز بد تو بر تو شدم یادآور. و میگه باید فضل بیاموزی، نه در بند ریخت و قیافه خودت باشه. تکیه بر حسن مکن در طلب علم برای، این درختی که هر فصل دهد بر تو ثمر. کوش که از علم به خود تکیهگهی ساز کنی، چو ببندد حسن از خدمت تو ساز سفر. یه اشاره کردم که احترام به مادر، احترام به زنان، احترام به وطن پرستی و وصف دلاورانی که در راه میهن جنگیده بودند، کشته شده بودند. و خلاصه توجه دادن کودکان از کودکی به وطن پرستی و از اینها. ولی دو سه تا از زوایایی که ایرج گرفته زوایایی است که واقعا سالها از دوران خودش جلوتر بوده. اولیش من اشاره کردم زن بود، باز هم باید گفت. صریحا میگه مگر زن در میان ما بشر نیست؟ ببینید، اگر بخوایم بدونیم که ایرج داره چی میگه، باید رفت توی متون مذهبی، تو متون برآمده از مذهب، احادیث علی بن ابی طالب رو خون، این النساء نواقص عقوله. باید رفت زندگی پیامبر رو خوند که مینیموم 30 تا 32 تا، ماکسیموم تا 42 تا عیال ایشون داره، چون علاقه زیادی داشت، محبت زیاد داشت به خانم ها. و حتی موقع مرگش 2-3 تا رو موقع فوتش نامزد کرده بود. زن پسرخوانده خودش رو گرفته بود، زید رو، زینب بنت جحش رو. علی بین 12 تا 20 همسر داشت. امام موسی بن جعفر که 150 کنیز میگن در خانه داشت، و این بزرگوار علیه السلام و صلوات فرموده کسی که لذت هماغوشی با کنیز رو دریابد هرگز زن آزاد نگیرد. برید و لیست خانوادگی شناسنامه بزرگان مذهبی خودمون رو بخوانید. به جز اون دو سه تا آخری، امام هشتم و نهم و دهم و یازدهم، بقیه متعدد بود. امام حسن معروفه که حتی پدرش گفته بود بهش زن ندید. و باید رفت به طور واقعی دید، مثلا رقیه و سکینه و اینها، به جز ماجرای زینب که با روزخونی آخوندها با اوج رسوندن، چه نوع زندگی داشتن. وقتی که در کتاب آسمانی که جبرائیل میفرسته میفرماید زنان کیشسار شمایند، اونها رو شخم بزنید، النساء حرث لکم، بر آنها در آیید هر طوری که دلتون میخواد، یعنی تبدیل میشه به کیشسار. حال برید تو حدیث آخوندی، الان یه مقدار جمع و جور کردن خودشون، یک جهان کثافت و لجنه آنچه آخوند میگوید در رابطه با زن. خواهران ما، زنان ما، رفقای ما، همکاران ما نیمه انسانند. با زنان مشورت کنید ولی عکسش عمل کنید. گفتار امامان
اگه لازم شد روزگاری، من قبلا صحبت کردم، یا شانس رو باید گفت. ایرج این چنین نیست. ایرج میگه مگر زن در میان ما بشر نیست، مگر زن در تمیز خیر و شر نیست. تو پنداری که چادر زاهن و روس، اگر زن شیو زن شد مانع اوست. زنان را عصمت و عفت ضرور است، نه چادر لازم و نه چاقچور است. زن روبسته را ادراک و هوش نیست، تئاتر و رستوران ناموس خوش نیست. اگر زن را بود آهنگ هیزی، بود یکسان تئاتر و پای دیزی. چو خوش این بیت را فرمود جامی، مهین استاد کل بعد از نظامی. پریرو تا به مستوری ندارد، در بندی سر از روزن برارد. چو زن تعلیم دید و دانش آموخت، رواق جان به نور دینش افروخت. به هیچ افزون ز عصمت بر نگردد، به دریا اگر بیفتد تر نگردد. این نگاه ایرج گرامیست. حال بریم تو آثار و تحقیقات بزرگان این مملکت مطالعه بکنیم. خوشبختانه بزرگانی مثل استاد یحیی آریان‌پور، استاد داریوش آشوری، محمدرضا باطنی و محمد تقی بهار، اینایی که من برخیشون دیدم، علی اکبر دهخدا و نیز شماری از بزرگان غیر ایرانی تو این زمینه تحقیق کردند. میتونیم بریم ببینیم که نگاه ایرج چگونه بود از در بررسی های این استادان. از این بگذاریم، ببینیم بریم سراغ دو سه تا دیگه از قله هایی که این شاعر گرامی، شاعر مهسا، شاعر جنبش نوین ایران به نظر من، شاعری صد بار برجسته تر از نویسندگان شاعران سال 57 و شبهای شعر گوته، ایرج بسیار جلوتر از اونها بود. من قبل از اینم گفتم شاعران دوره مشروطیت، نویسندگان دوره مشروطیت، نگاهشون دو چیزشون متفاوت بود. یک، پیرو مذاهب آسمانی و زمینی نبودن. دو، دقیقاً سه چیز، هویت ملی داشتن. بهار، به خدا، عشقی، عارف، ایرج، پروین اعتصامی و خیلی دیگه. و سه، آگاهی اجتماعی ملی داشتن، نه آگاهی از درون کتاب ها و از جدانوف و ایکس و ایگرگ و یا رساله های مزخرف آخونده های امام ورسر بیشور و خراف پرداز. این وضعیت ایرج قبلا هم گفتم مردم خودش رو هم میکوبه برای اینکه بیدارشون بکنه. وقتی که حاکمان رو میگه از زفادق، یعنی قورباغه که از عرق و خون کارگران و زحمتکشان و اینها تغذیه میکنند و کاخ میسازند و شب تا صبح عشق میورزند، این رو ناشی از ناآگاهی و جهل و نادانی مردمش میدونه. میگه مردم جاهل هستند که وقتی که نمیفهمند سوارشون میشن، باید جارو بکشن، باید دخترشون بره تو سیر خانه های به سرا گردن کلوفتا. مظاهر فقر، ببینید این ایرج میرزای ما کمونیست نبود، سوسیالیست هم نبود و تا حالا ما فقط دلمون خوش بود که ایشون طنزش قوی است و شعرهای مثلا سکسی داره، نمیدونم حجابش رو میخونه، مثلا توجه نمی کردیم که این داره چی میگه. ولی داستان چیز دیگری است. این در دوره ای که ببینید سال 1304 فوت کرده، الان 98 ساله که رفته، یعنی 130 سال قبل از این که احزاب چپ و سوسیالیستی و کمونیستی اینا در مملکت ایجاد بشه، که ای کاش وقتی ایجاد میشد پاشون رو هویت ملی و مسئولیت ملی سفت. ایرج میرزا یکی از چشماندازهای قوی شعرهاش کارگره،
کارگری که اون موقع اصلا بهش میگفتن عمله، هنوز مفهوم طبقاتی که مثلا به ایران نیومده بود، اگرم اومده بود یه عده معدودی میدونستند. اینها رو به عنوان کسانی که مدحشون میکنه، کسانی که میخواد نجاتشون بده، کسانی که اونها رو از کارفرما و اون گردن کلفتا برتر میدونه، و اون شعر زیبایی که ما در دوره جوانیمون میخوندیم در کتابهای درسی، شنیدم کارفرمای نظر کرد ز روی کبر و نخوت کارگر را. ببینید یک شاهزاده در اینو میگه، چهار نسل شاهزاده است، ولی چون میهن پرست هست بیش از حضرات به صلاح انتلیکتویل نمیدونم سال 57 و قبل از اون داشتن عشقشون رو میکردن، از کارگرم دفاع میکردن، ولی سال 57 گفتن درود بر خمینی. شنیدم کارفرمایی نظر که از روی کبر و نخوت کارگر را، روان کارگر از وی بیازرد که بس کوتاه دانست آن نظر را. به گفته گنج بر این نخوت از چیست، چو مزد رنج بخشی رنج بر را. من از آن رنج برگشتم که دیگر نبینم روی کبر گنجور را. تو از من زور خواهی من ز تو زر، چه منت داشت باید یک دیگر را. تو صرف من نمایی بدره سیم، منت تاب روان نور بصر را. تو داری پول میدی، من دارم نور چشمو میدم و انرژیمو. یاد حرفی میافتم فکر کنم از مارکس هستین، به احتمال 90%، که میگه اگر من ببینم که یک صندلی چوبی که تو اتاق منه شروع کرد به رقصیدن، من تعجب نمی کنم، زیرا در درون اون صندلی چوبی دو سه روز عمر و هستی یک انسانی که اینو تراش داد و ساخته خلاصه حبس شده. یعنی این حاصل صرف شدن زندگی. بسیار زیباست این تعبیر. اینم میگه تو از من زور خواهی من ز تو زر، چه منت داشت باید یک دیگر را. تو صرف من نمایی بدره سیم، من تاب روان نور بصر را. ز من زور و ز تو زر، این با آن در کجا باقیست جا عجب و بتر را. به کس چون رایگان چیزی نبخشند، چه گبرستین چه کبرستین خداوندان زر را. چرا با یکدیگر بر یکدیگر منت گذارند، چون محتاجند مردم یکدیگر را. ایوان ایرج میرزا در کنار کارگران به کشاورزان میپردازه، به محرومیتاشون. ایران اون روزگار بیش از کارگر کشاورز داشت، مزارع، خستگی بیرمقی کشاورزان، زور گفتن اربابان و فئودال های گردن کلفت. کشاورزانی که امیدوارن سال جدید بروبار بیشتری به دست بیارن، بتونن مالیاتشونو بدن، بتونن با دست پر به خونه بگردن، بتونن راحت غذا بخورن، بتونن برای بچه هاشون لباس اقلا از کرباس بخرن. ولی ایرج میبینه این چنین نیست. ورزگری کشته خود را دروب، تا چه خود از بد و عمل کشته بود. بار کشاورد و بران بار کرد، روی صحرا سوی انبار کرد. در سر ره تیر گلی شد پدید، بار کش و مرد در آن گل تپید. حاطفی از عیب به دادش رسید، کامدم ای مرد مشو نامید. زین مدد غیبی گردید شاد، و سر شادی به زمین بوسه داد. گفت سروشش به تقاضای کار، کار ز تو یاری یاوری از کردگار. به طنز داره میگه از آغازی که این کره زمین درست شده یک بار یک سروش نیومده که یک الاغی از گل بیرون بکشه، یا 28,000 نفر که تو غزه یا 8,000 نفر که توی اسرائیل کشته شدند کمکی برسه. اینا خیالات ماست که ایرج هم باور نداشت، و انسان خود نجات دهنده خودش. در کنار کارگر، کشاورز و زن، ایرج مداح، ایرج شوخ، ایرجی که شعرهای خلاصه به قول برخی جنسی می سراید، در کنار اینا آوارگان رو
کسایی که بی خانمان شدن، فقیر شدن، تو مملکت نمیتونن کجا زندگی کنن، در به درن، نون ندارن بخورن، از اونها صحبت میکنه. کشاورزایی که رها کردن زمین خودشون رو و کشاورزانی که تبدیل شدن به آواره از ظلم و جور مالک. رعایا جملگی بیچارگانند که از فقر و فنا آوارگانند، ز ظلم مالک بیدین هلاکند، به زیر پای صاحب قانون صاحب ملک خاکند. و نیز مملکتی که به خاطر قحطی، به خاطر مردن مردم 8 میلیون 9 میلیون هزاران هزار یتیم در این مملکت وجود داره. ایرج اشک خودش رو در شعرش به چهره یتیمان ایران فرو می‌ریزد و اونها رو در آغوش میکشه و کسانی رو که به اینها نمیرسن دزد میدونه، غارتگر میدونه. کاسب دزد به بازار آمد، طالب مزد سر کار آمد، شد برون حضرت شیخ الاسلام، ریش را بسته هنا در حمام، شرکت خود را در مال یتیم، شفقتی داند بر حال یتیم. یتیما رو این چیزی هم که مونده میخورند. ولی ایرج آدم آگاهی است، فقط بیان فقر رو نمی کنه، بلکه راه رو مبارزه میدونه. میگه باید مردم فقیر، تهیده از کارگر، دهقان، کشاورز بلند شن مبارزه بکنند و بجنگند علیه این همه ظلم، و تا بلند نشوند راهی به سوی باز نخواهد شد. باید اینها رو در دیوان ایرج میرزا دید و نیز همزمان اخطار میده به حاکمان، به گردن کلفتا، تا آقا جان اگر شما نجنبید، ناله بیوه زنان راز پی نان یاد آر، آه پیران سحرخیز فراموش مکن، دف این جمع که بر رشته خوری مشغولن، هر یکی در سر یک میز فراموش مکن. در دیوان ایرج ما بسیار اینها رو میبینیم، یعنی مبارزه، یعنی افشاگری، یعنی شناخت ایران و راه حل ارائه کردند. اینا بخشای سیاسی دیوان ایرجه. دیوان ایرج بخشی است، بخش انسانی است، عاشقانه است. از زیبایی زنان سخن میگه، دوست داره. چنان که هنوز هم 80% ادبیات جهان عاشقانه است. از پاز گرفته اکتاویو پاز تا حافظ، از سعدی تا پابلو نرودا، و از خیام تا فدریکو گارسیا لورکا، و نیز رمان نویسا. به نظر من تا وقتی که بشر رو این کره خاکی زندگی میکنه، عشق تاج سر شعر و ادبیاته. ولی این عشق جنبه‌های گوناگونی داره. عشق به مردم، عشق به محرومین، عشق به پایمال شدگان، یعنی ترکش های عشق در شعر ایرج گرامی ما رنگارنگه، به همه میپردازه. یعنی بعد انسانی، بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، ولی یک بعد دیگه هم در شعرهای ایرج هست که باید بهش توجه کرد. اون هم بعد نوآوری این شاعره. 130-140 سال قبل، یعنی 98 سال، 54 سال، یعنی میشه حدود 150 سال، یک قرن و نیم، اگر ایرج از 15-16 سالگی شروع کرده باشه، یعنی 130 سال قبل، موقعی که با شروع شدن جنبش مشروطیت ما نیاز به یک زبان نو داشتیم، نمیتونستیم مثل دوره نادری یا زمان فتحعلی شاه قاجار
یا مثل امیر ارسلان چنین گویان راویان اخبار و ناقلان آثار، یا اون شعر معروف به بخت موفا و سعد موقر به فار همایون و فرخنده اختر. اینطوری نمیشد شعر گفت با مردم، با مردمی که 90% بی سواد بودند و نمیشد مثل دوره نادری چیزی نوشت که به قول چیز یکی از این بزرگان گفته بود که این میرزا مهدی‌خان استرآبادی 3 تا کتاب نوشته، یکی رو هم خودش میفهمه هم مردم و دیگران، یکی رو فقط خودش میفهمه، کتاب سومش رو نه خودش میفهمه نه دیگران. یعنی زبانی مغلق پیچیده آمیخته نه با لغات ساده عربی، که اشکالی هم نداره، برای اینکه ما اگر به قول برخی که خیلی دیگه تند و تیز میگن آقا کل لغات عربی رو باید حذف کرد، ببینید زبان برای تفهیم تفاهمه نه برای دعوا. زبان عربی رو اگر نگاه بکنید بزرگانی که اون رو رشد دادن اکثرشون تبار ایرانی داشتن و این زبان وارد زبان فارسی که شده مثل آخون نیست که اجنبی باشه، همخون شده با زبان فارسی. شاملو یه صحبت خوبی داره تو این زمینه و نیز برخی از بزرگان دیگه ما. اولا ببینید آره فردوسی خیلی رعایت کرده، رضا شاه بسیار کوشش کرد، مثل دانشگاه، بازداشتگاه، درمانگاه، پرورشگاه، آموزشگاه لغات زیبایی ساختن. زمان خمینی عده لغت ساختن که اصلا خنده‌دار، آدم نمی‌فهمه اینا چی دارن میگن. این زبان عربی لغاتش اومد که شاعران دوره مشروطه هم استفاده کردن، البته برخی کوشش کردن که بپالایند، کار خوبی بود، ولی مثلا کلمه کتاب که عربی است وقتی میاد تو زبان فارسی میگه من کتاب را خواندم. ببینید یک من ضمیر اولشه، کتاب یک اسمه که از زبان عربی اومده، را حرف اضافه است، خواندم فعل، در حقیقت توی خانواده زبان فارسی یک عرب این جمله رو نمیفهمه، در حقیقت بچه آداپته شده که همخون شده. بنابراین لغاتی که به کار میبریم ما و ایرج مصر خیر از شاعران توانمند این رو به کار گرفت محل دعوا نیست. یه بار شاملو صحبت میکرد یا نوشته ای فکر کنم نوشته بود که اون شعری که شب است و روز بی‌منتها و ستارگان که سرد می‌گذرند، گفته بود ببینید این کلمه بی‌منتها شعر رو قوی تر کرده. اگه من میگفتم شب است و روز بی پایان یا بی کرانه، این انعکاسی رو که بی‌منتها میده به شعر رو عمیق میکنه که عربیه، بی پایان نداره. کسانی که شاعر باشند میتونند این رو حس بکنند. به هر حال خود این زمینه یک بحثه که میشه رفت توی فرصتی بهش پرداخت، زبان عربی، لغات عربی و همسال اینها. ولی ایرج در کنار کارهای خودش با توانمندی در زبان ادبیات فارسی، زبان عربی، زبان فرانسه، زبان ترکی و تا حدی زبان روسی موفق شد که یک زبان نو، یک زبانی که تحول پیدا بکنه و بتونه انعکاس صدای زمانه باشه، این رو ایجاد کرد. او به طور قوی معتقد بود که باید زبان فارسی رو خلاصه برد به آینده و برای اینکه شعر بتونه نفس بکشه نیاز به زبان خوبی داره. ما میتونیم بریم توی دیوان اشعار ایرج میرزا خلاصه جستجو بکنیم ببینیم که چی کار کرده، نوآوری‌هاش چیست از نظر فکر، از نظر فرهنگ، از نظر لغات، از نظر فرم وزنهایی به کار گرفته. او
وضعیت قدیم قبول نداشت، میگو خسته شدیم از این فاعلاتن 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 فعلاتن فعلاتن مستفلن مستفلن، باید هم فرما رو عوض کرد هم لغات جدیدی رو برد و این کار رو موفق شد انجام بده. او در حقیقت مثل برخی که مثلا یکی از شاعران خوب ما ادیب الممالک که فراهانی شاعر میهندوز میهنپرست که فکر کنم این شعر مال اون تازه بر خاک درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته و پیوند، مادر توستین وطن که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند، هیچ دگر هست عز و غیرت و ناموس مادر خود را، به دست دشمن مپسند. خب شعر بسیار زیباست که من از این وضع خودم بارها استفاده کردم، از پرتنین مفتعلن فاعلن فعول و فعولن که در گذشتم شعری سرودم برای بزرگی که فکر کردم بزرگه، ای شرفت با شکوه خلق به پیوند، چهره فردای میهن از تو بلبخند، که در حقیقت مرهون اون زبان ادیب الممالک. ولی ادیب الممالک فقط مضامین تازه رو به بازار شعر آورد، ولی ایرج میرزا فقط مضامین رو نیاورد، با جسارت لغت‌های جدیدی رو وارد کرد و به زبان طبیعی مردم نزدیک شد. این کار بسیار مهمی است. در حقیقت در کنار کار سیاسی اجتماعی اون، این یک نبرد بود، چون خیلی مقاومت می‌کردند. اصلا با شعر نو، با شعری که مضمون نو داشته باشه مخالف بودن. کلمات جدید ساخت، اصطلاحات جدید ساخت، کلمات کهن رو معانی جدید بهش داد، زبان عامیانه رو به کار گرفت، شعر رو روان کرد. و اگر برویم در شعر ایرج می‌بینیم که او گزینش داشت، در حقیقت اصطلاحات جدید رو از هر جا که بود وارد کرد، حتی کلمات خارجی رو. تا اون موقع کلمه تلگراف، تلفن، اشرفی، امپریال، لاستیک، چمدان، کالسکه، اینا رو وارد شعر کرد. عین نرودا. ببینید سالها قبل از پابلو نرودا. پابلو نرودا یک مجموعه داره به اسم 100 غزل عاشقانه برای ماتیل اوروتیا، معشوق و محبوبش و الهام دهنده شعراش. بسیار زیباست. میگه ماتیلده ای نامت از گیاه و سنگ و شراب، در نام تو زورخهای چوبی روانن و دست دست زنبورهای دریایی در پرواز. خب بینید همه چی رو آورده، زنبور، نامت از گیاه، سنگ و شراب، شعر کرده سورالیستی. بعد یه شعری داره میگه که ماتیلده داره تو آشپزخونه غذا میپزه، میگه افتخار بر دست های تو باد که دیگ و بشقاب و مضمون دارم میگم، نمیدونم، قاشق و چنگال رو به صدا در میآورد، تبدیلش میکنه به شعر عاشقانه، قاشق، چنگال، دیگ. و وقتی ازش سوال میکنن میگه شاعری که نتونه دیگ رو تبدیل به واژه عاشقانه شعری بکنه شاعر نیست. ایرج هم قبل از نرودا این کار کرد، کلمه تلگراف رو وارد کرد. نه تلگراف به گردن برسد، نه تلفن، که خدا سرعت سیر دیگری داده مرا. میگه از تلفن و تلگراف من سریع‌تر حرکت میکنم. کیسه را پر کنم از اشرفی و امپریال، جای زر خاک به دامان طلبگار کنم، یا به گاه جست و خیز و ژیمناستیک، تو گویی هست اعضاشان ز لاستیک. کلمه ژیمناستیک، لاستیک. دست و پا کن که خرید چمدان باید کرد، فکر کالسکه راه همدان باید کرد. این لغات رو وارد میکنه. بعد انار، سیب، به، پرتقال، نارنگی، کباب بره، انار و سیب و به و پرتقال و نارنگی، کباب بره خوب و شراب قزوین در قصایدش.
چون نیمی از شب بگذشت سفره آوردند که اندر آن خورش قیمه بود و تحچین بود. نان از این ترتر و خوبتر و شیرینتر، نان سنگک که دیگر پشمک و حلوا نشود. یقت تاک و کلاهت نو، سردست تمیز، عینک و دستکش و ساعت و پوتین در خور. اینا رو وارد شعر میکنه، نامهای جغرافیایی رو، معینیه، شمران، چند، سورقان، اینا رو وارد میکنه، اصطلاحات سیاسی رو، آزادی مشروط طلب. شرط باشد که ز آزادی خود دم نزنم، گرچه مشروط طلب باشم آزادی خواهم. کلمات دموکرات، انقلابی، قانون اساسی، مجلس شورا، فراوونه تو شعراش. چه میفرمود آقای کمالی، دموکرات انقلابی اعتدالی، یا ملک دارای آن مغز سیاسی که میخندد به قانون اساسی. بعد حرف نفتی به میان اندازند، در فلک مجلس شورا سازند. همچنین واژهای خارجی رو وارد میکنه، واژهای فرانسوی رو وارد شعر میکنه، هیپنوتیزم، پودر، پارلم، توالت، مادمازل، کلوب، هتل، شیک، مود، انسپکتور، آدوجدان، کوران، اندر این دایره یک آدم نیست، پرسنل نیست، با آن منظم نیست. یعنی دستش باز بود، چه در زمینه زبان عامیانه مردم، چه در زبان عربی، چه در زبان فرانسوی، و صدها لغت رو وارد کرد و یک نوع شعر جدید که میتونه ظرفیت‌های لازم رو برای دورانی که در حال پیشرفت بود در خود داشته باشه. این کار بزرگ ایرج بود که واقعا باید بهش توجه کرد. یعنی ما از زمان رودکی تا زمانی که مشروطیت سرکلش پیدا شد، توی چارچوب سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی و ترکیبات اینها محصور بودیم. البته اینا سبکای بسیار نیرومندی هن. شاهنامه مثلا با سبک خراسانی یا غزلیات عراقی حافظ که هر کدوم مختصاتی دارن، خراسانی روشن، حماسی، عراقی خیالنگی، سبک هندی خیالنگی، شبیه سورالیست. ولی اینا نمیتونستیم ما با غزلهای حافظ و فقط ریتم شاهنامه جنبش مشروطیت رو ببریم میان مردم. نیاز به زبان تازه‌ای بود که این کار رو ایرج یکی از بزرگانش بود که انجام داد و نیز خودش لغت ساز شد و صفت ساز شد. آزردم از آن بت بسیار ناز کن، پا از گلیم خویش فزون تر دراز کن. یا تو عارف نامه ما فراوان داریم، با تمام توانمندی های شعر کهن مسلح شد و پای به دنیای جدید گذاشت. در زبان عربی نیز به قول معروف تابو نداشت. رشید الغد، صحیح العقل و القول، فداده آن طرف حتی ز لاحول. عشق بدین مرتبه سهل القبول، بر تو گران آمده ای بلفزونی. و اینا میرفت میان مردم، یعنی زبان مردم با مردم راحت پیوند برقرار میکرد و نیز رشدشون میداد. این زمینه رو باید رفت و دید که فراوون واقعا. فقط وارد کردن لغات نبود، ترکیب های عامیانه رو وارد کرد، قید های عامیانه رو وارد کرد، حتی اصفات عامیانه رو وارد کرد، چیزایی که مردم زنی بگذشت از آنجا با خش و فش، مرا ارخ و نسا آمد به جنبش، تو مثنوی معروف حجابش. چه لوتی ها در این شهرند، واه واه، خدایا دور کن، الله الله. دوری و بیمزگی باز چرا، من که مردم به فراغت. دبیا، کلمه دبیا، خش و فش، واه واه، وردشه وارد شعر کرده. یا همه گشتند از این عزم همایون خرسند، همه گفتند ملک زنده بماند، هورا. هورا رو وارد کرده، افعال عامیانه رو وارد کرده، کلماتی مثل واقعا هم زیباست. مثلا یکی تو منظومه عاشقانه زهره و منوچهر که به هم میرسند که واقعا زیباستی، میگه گربه صفت ورجه و گازم بگیر، ولده و پرتم کن و بازم بگیر. عشق بازی زهره و منوچهر.
قلقلکم میده و نشکان بگیر، من چه بگویم چه بخون، جان بگیر. زبان ساده، زبان عاشقانه، زبان بسیار زیبایی که کار هر کس نیست. و نیز مخفف کردن کلمات، چون از ویژگی ها و قدرت های شاعرانه هست. مثلا کلمه داداش رو میخونه داش، کلمه شوهر رو میخونه شوم، شوهرم، و در شعرش به کار میگیره. و نیز در این ادبیات نوعی نواندیشی مذهبی، الان ما یک نوع نواندیشان داریم که بهشون میگن نواندیش دینی، ولی اینا مثل ایرج نیستند. ایرج نواندیش مذهبی بود، ولی نه به خاطر اینکه از خدا میترسید یا فکر میکرد آقا اگر این آیین بره دنبال کارش مثلا زمین جهان زیر و زبر میشه. الان یه عده میهراسند. ایرج میگه آه خدا، خوب که سنجیدم من، از تو هم هیچ نفهمیدم من. یا تو آن نیستی آن خالق کل که به ما وصف نمودن رسه، کو خدا، کیست خدا، چیست خدا، بی جهت بحث مکن، نیست خدا. آن که پیغمبر ما بود همی، ما عرفناکه بفرمودم. میگه آقا منم نفهمیدم. این نواندیشی مذهبی ایرجه که اگه جرأت دارند الان هم وارد بشود. قوی ترین ها یکی به نعل و یکی به میخ. تو این زمینه ما به جز نواندیشی مذهبی به نوگرایی، نواندیشی سیاسی اجتماعی تو شعرهای ایرج داریم. اصطلاحات جدید سیاسی، انجمنسازی، پارتی بازی، انتقاد، افشاگری، و راحت حرفشو میزنه. سیاست پیش مردم حیله بازن، نمانند من و تو پاک بازن، تماماً حق باز و شارلاتانند، به هر جا هر چه پاش افتاد آنند، بزرگان وطن را از حماقه، نباشد بر وطن یک جو علاقه. ولی خودش ملی پرست و ملی گرا و وطن پرست است. خدا نخواست که این مملکت شود آباد، وطن پرستان بیهوده اهتمام کنن. در حقیقت وارونه میگه که زخم بزنه که همه عالم همه کس را وطن است، همه جا موطن هر مرد و زن است. و نیز در این زمین تجددخواهی نیرومند ایرج هست. شما نگاه بکنید، به غیر ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند؟ یا خدایا کی شوند این خلق خسته از این عقد و نگاه چشم بسته؟ یا روحیات مردم، معنی خلق در ایران این است، بد بود هر که به ما بدبین است. و شعرهایی که اگر بخوایم ردیف بکنیم، جهل خرافه پرستی رو میکوبه، زنان گونه های جدید ادبی وارد میکنه، شعر کارگری میسراید، شعر ادبیات کودکان میسراید، خلاصه اقتباس میکنه از فرهنگ های پیشرفته و بیرونی، نوآوری در خیال پردازی خودش تو شعر ایرج و منظومه زهره و منوچهر واقعا یک شاهکاره. تشبیهات نوعی که هیچ کس تا قبل از اون استفاده نکرده، کنایه هایی که میزنه تو شعرها، چرا پا توی کفش ما گذاری، خطاب به خدا میگه، چرا دست از سر ما بر نداری، و استعاره هایی که خاص اونه، صنایع لفظی، صنایع معنوی، ایهام، مثال زدن و انقلاب ادبی که ایرج دنبالش بود، که میگفت بدون انقلاب ادبی نمیتوان رفت جلو و به مردم کمک کرد. این گوشه ای از کارهای ایرج بزرگ بود، واقعا گوشه ای. و همین دلیل به نظر من تو منظومه عارفنامه محصور مونده بود. اونم نفهمیده بودند خیلی ها که این داره چی میگه. منظورش نه پورنوگرافی است، نه اروتیزمه، در از درد صحبت میکنه. ولی باید رفت و این عقاب بالگشوده رو که 53-54 سال بیشتر نزیست و
و به آرامی با یک سکته از میان مردم رفت ولی ماند. باید شناخت، به خصوص در حالی که ایران ما در حال چرخشه و ایرج یکی از کسانی است که میتونه جای خالی کسانی رو که ایرج نیستند و نبودند و هنوزم نیستند، هنوزم که شما نگاه بکنید بعد از 45 سال همون تبلی رو میکنند که سال 57. یک بازبینی درست که آقا ممکنه اشتباه کرده باشیم نیست، باید به دنبال نسل نو راه پیمود تا از درون آنها برایند کسانی که میتوانند نواده ها و نبیره های فردوسی و ایرج میرزا و عارف و عشقی و همسال اونها باشند، یعنی مسئول باشند، یعنی پاشون روی هویت ملی صفت باشه، دانش داشته باشند و با اینکه سالها رنج کشیدند و قربت دیدند ولی هنوز با اینکه میگن لا خداییم سر در آستانه در اندرونشون در ضمیر ناخداوا سر بر آستانه خدایان آسمانی و مقدسین مقدسان و خدایان غیر آسمانی دارن و نمیشه باشون صحبت کرد. صحبت همی زمین زیاد، بازم نوروز و بهار رو خجسته باد میگم و با امید روزهایی که ایران به سوی روشنایی به سوی خرد برود و ما نیز امید که در این سال به سوی شهامت، جسارت، نقد خود، شناخت اشتباهات گذشته و درک شرایط خطیر ایران برویم و به درد مشترک، میهن مشترک، ملت مشترک ترکیب شده از رنگ های گوناگون، فرهنگ مشترک بیاندیشیم و در مقابل وحشی در اینو خونخوارترین دشمن ایران یعنی دشمن مشترک آخوندهای پست فطرت و رژیم عمامه بر سران بایستیم و روزی برسد که منادی بگوید به قول حافظ المنت لله که در میکده باز است و آن می که در آن هست، خم ها همه در جوش و خروش از مستی، و آن می که در آن هست حقیقت نمجاز است، یا مژده سر زد از البرز آفتاب آزادی و آخوند و نجاست آخوند و کثافت آخوند و جنایت آخوند و حکومتش و آیینش و مکتبش در هر رنگ و هر شکل به همت نسل نو از دامن ایران پاک شد. پیروز باشید و روز و روزگارتان با شادی و امید و مهر و محبت ایران و ملت ایران همراه باشید.